بچه ها پاشید، باید زودتر حرکت کنید. کجا باید بریم؟ ییلاق. دکترها گفتن رطوبت برای پدرت خوب نیست. یه مدت ییلاق میمانیم، حالش که خوب شد برمیگردیم. ما نمیایم، شما برید. دو روز دیگه محرمه. ما میخوایم محرم تو محل خودمون باشیم. ییلاق هم محرمه. ولی ما با بچه‌ها قرار باشیم دسته ببریم شهر. ولی ما میریم، شما میای. ما که بچه نیستیم، چرا همش حرف زور میزنیم؟ چی گفتی مهرداد؟ کجا رفتین؟ کجا دارین میرین؟ صورتمون هم نشوریم، برای اینم باید اجازه بگیریم. دنیا بفی این بچه ها نیست، چرا کاری میکنی رو حرفت نبیارن؟ تا حالا به جز بله چشم از دهانشن در آمده؟ آخه تو نمیدنی، میترسم هر وقت یاد حرفای سوگل میفتم وحشت میکنم. من آن مهندس میشناسم. سلام خانم، با مهندس کار دارین؟ بله. از شانس شما تازه از دفتر شهر تشریف آوردن اینجا. من آمدم اینجا تا خیالتو بابت خودم و پسرم جمع کنم. تمام اسناد و مدارکی که کتایون آورد و پاره کردم، بعد روش گل ریختم. من همه چیزو خاک کردم. به شما قول میدم که هیچ مزاحمتی برای زندگیتان درست نکنم. من اگه چشمم به دنبال اموال خان بود که اسم فامیلی اون روی پسرم میذاشتم. آقا مهندس، من نمیخوام پسرم چیزی از راز گذشته زندگیش بدانه. من از گذشته و بلاهایی که پسرم آمده شکایتی ندارم. شما هم از من و پسرم بگذارید. من حاضرم هر کجا که شما میگید بیام و امضا بدم، فقط با پسرم کاری نداشته باشید. من چایمو خوردم، تو حرف زدی، حالا من حرف میزنم، تو چاییتو بخور. ممنون. چاییش عالیه ها، با نظارت خودم از گل چین اول درستش کردم. خوشتمترین چای دنیاست. میگم چند تا بسته بذارم با خودت ببر. محبت دارید. من تعجب میکنم، تو چرا فکر میکنی من میخوام زندگی تو رو خراب کنم؟ بین من و تو اگه کسی بدهکار و بعد عذرخواهی بکنه، منم، نه تو.
من تو رو از یه لغا بردم پایین. به چه منظوری؟ حالا بماند. گذشته ها رو بهتر فراموش کنیم. ببین دنیا، من نگران هیچی نیستم. من هرچی دارم قانونی و با سند و مدرک از کتایون خریدم. بهتم قول میدم نه تنها کاری به زندگی تو و پسرت نداشته باشم، بلکه کمکتانم بکنم. اگه گرفتاری چیزی پیش آمد، میتونی روی من حساب باز کنی. چاییت بخور. بچه بیم این باخچه رو شخ بزنیم. خودش بود زدنش. بری
نگران نباشید، من دکترم و رازدار مریض. شانس آوردی پسرم، گلوله صابونده و رفته. چند بار حمام کنی آب حمام خوبش میکنه. آقای دکتر افتاده تو گل و شل، ما ترسیدیم عفونت کنه. کار خوبی کردی، باید حتما آمپول کزاز بزنم. ولی خیلی مواظب باشید آقای سفیدلودی، منظور شلیک کننده سر و قلبش بوده. وای هرچی لازم داره برداره، یه ایلاخ همه چی هست، زیادی بار نکنید. من تلویزیونمو میخوام. چی؟ تلویزیون. تلویزیون که بدون برق کار نمیکنه. خب موتور برق هم میبریم دیگه مردم. گازویلشو چه کار میکنیم؟ خانم گازویل چند نفر که موتور کشاورزی دارن حتما گازویل هم دارن. بفرما. من حسین تلویزیون و موتور برقو میارم. بجنبید بجنبید، وسایل جمع کنید، بعد را بیفتیم. کتابای من بزن. شب میریم منزلگاه محلقه، فردا صبح از آنجا با محلقه را میفتیم میریم ییلاق. مهداد زخمتو دوا زدی عفونت نکنه بابا، این لباسای دختر من ببینی تا کرده. شما چرا اینجا باشید؟ نه شما بفرما بالا. بذار من به کار من برسیم. آقا جان بفرمایید بالا. آقا جان شما این دست پخت رو باید بخورین. الان بفرمایید برید بالا. این خبر دنیا جان. مرد جان من دیگه کسای قضا رو ببر بده به خاله مرد. آقا شما چرا کنار این آتیش میدوین؟ آقا حسین این همه حیات بفرمایید بفرمایید زینب بفرمایید بریم بالا. بچه‌ها مواظب باشید. بریم بالا. اینم بریم. مرد به مادرت برس. خود بیا پسر. بفرمایید. خاله من آقا شما هم بفرمایید کنار من. بفرمایید اینجا نشین. بفرمایید. ندو پسر جان بیا. بیا اینجا پسر. بیا وایسا. بیا وایسا. بفرمایید. دست شما در درد. بفرمایید. گازویل تموم شد. هفتش ریز بیشتر نمانده. کاش بیشتر می آوردیم. مگه قرار تایید بمانیم؟ بریز مرده جان گازویلو. شبی پیرزن بیچاره خواب زده شد. خب دنیا جان این صبح تا شب میخوابه، خب شب خوابش نمیبره دیگه. دیگه چی خواب زده شد که بازم حرف خودشه میزنه. ای وای
جا مواظب باشین، اینجا سنگه. هوا، هوا خانم، مهمان نمیخوای؟ چرا مثل غریبه ها صداش میزنی؟ خواهم زیادش کنم. آمده کی؟ گل بوده جان تویی؟ مادر به قربانت بره. خوش آمدی. سلام دخترم. خوش آمدی آقا. سلام آقا جان. خوش آمدی. سلامت باشی. سلام پسر من. چرا زحمت میکشین؟ من خودم یه لقمه نعنا گردو میخورم. این فسنجان و محلقا درست کرده بود. ما که نخورده نیستیم، این همه زحمت دادیم. یادش بخیر. صبح ایلق بودم و از منزلگاه زانو درد خانه نشینم کرد. زود از پا افتادم، زود. من از نفس افتادم و تو از پا، جفتمون شدیم سربار دنیا. یه لقمه غذا رو خدا میده خاله جان. آخه دختر جان، این همه داری از این غذاهای خوشمزه و چرب به من میدی، یه چند سبای دیگه که نباشی من میمانم و نان و پنیر رو گردو. بد عادت ما نکن دیگه. حالا که اینجام خواستم برم جفتتانه با خودم میبرم. خدا خیرت بده، اما من دیگه به تنهایی عادت کردم. با هم رفیق شدیم، تنهایی هم شده ارث من از زندگی. شدم دست از پا دراستم. دنیا، دنیا، تو خوبی مال آقا؟ احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. علی‌حضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟ بستگی به حالت مزاجی من توانم بگم. بخواستی نقطه‌ای که علی‌حضرت تشکرم میشن در کجا خواهد؟ فکر میکنم از اینجا به آسوان برای استراحت برویم و دنیا اولین نقطه دنیا. بیا شاه داره از ایران میره. مهرداد بچه ها بیاین تماشا، بیاین. حس وضعیت مملکت و انجام وظیفه بر اساس میهن پرستی ندارم. عشق شاه هم در آمد. هیچ وقت فکر نمیکرد یه روز مقابل اراده مردم به گریه بیفته. خاله محلقا، خاله محلقا، یه دقیقه بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقام داره میمیره، میخواد تو رو ببینه. لا اله الا الله. چی شد منصوره؟ گفت میخواد با دنیا تنها حرف بزنه. همه ی بدبختی های تو زیر سر من بود دختر جان. من تو رو به خاطر پول به مهندس فروخت. از اولا از نیت شیطانی مهندس خبر داشتم. با این حال حلالم کن دختر شد. حلالم کن بذار راحت ببینم. من حلالت میکنم مشتی، دعا کن خدا حلالت کن. اگه بخشش من دلت آرام میکنه بخشیدمت، ولی نمیدانم خودت میتونی خودتو ببخشی. خدایا این بنده بیچارتو ببخش، کمک کن راحت بمیره. خدایا دلم صاف کن، کمکم کن بتونم ببخشمش. چیزه دختر جان؟ شما برو آقا جان، من بعدم میام. کجا میری؟ کوه. Thank you.
میخوام بریم یه جایی. کجا؟ تو بیا. دنیا کت خدا رو دارن میبرن. جایی دختر دیدم نیومدی، گفتم گوش نشه بریم. خودت برو، من نمیام. خب خداحافظ. خداحافظ. سرما نخوری؟ امسال زمستان نداریم که. کجا رفته بودی؟ کوه. کوه تو رو یاد بچگی یاد میندازه. یاد گذشته ها کت خدا رو بردن. خدا رحمتش کنه. فردا منم با خودت ببر. کجا؟ کو. دو نفری میریم تنها. اینو بپوش. دنیا جان این شال رو بردار برای من بیار لطفا. چی شد؟ دوباره درد افتاد به جانت؟ نه باد میاد، میترسم سرما بخوره. بگیر. دست درد نکن. تو فکر میکنی بچه ها طاقت میارن و نمیان؟ محلقا سرگرمشان میکنه. ناراحت نیستی؟ نه نه خداییش نه، خیلی خوبه. چه طعمی، چه عطری. ای کاش میشد دستگاه فتوکپی آدم درست کرد. که چی بشه؟ که میلیون ها دنیا کپی کرد. اون وقت دنیا بیمزه می شدن. شاید هم دنیای ما دیده نمی شد. دنیای ما هم شما یا آقا همین.
میخوام یه حرفایی رو به تو بزنم دنیا. نمیخوام. شاید دیر بشه دنیا جان. نمیشه. دکترها گفتن حالا حالا هستی. خب چه بهتر. دوست دارم حالا که هستم، حالا که بچه ها شادن، حالا که حالمون خوبه، این حرفا رو به تو بزنم. نگاه کن، کنار برکه، چشمه آب، نزدیک آسمان، کجا بهتر از اینجا گیر ما میاد؟ مثل بهشته. نگران نباش، نمیخوام وصیت کنم. وصیت مال کسیه که مال و منالی داره تا بگه چی به کی برسه. وصیت مال اینه که آدم به زنش بگه چطوری با چه ها رو تربیت کنه، چطوری باید از مرگش ادامه بده. من چیزی ندارم بخوام وصیت کنم. بار زندگی تا امروز رو شانه های تو بوده، بعد از اینم خواهد بود. به خاطر همینه که دارم باهات درد دل میکنم. من دیر یا زود رفتنیم دنیا، اینو هم تو میدانی هم من. خواستم اقرار کنم که من توی زندگی شایسته این همه عشق تو نبودم دنیا. من توی زندگی کاری برای تو نکردم، در عوض تو همیشه. اگه بهت بگم دهنتو ببند بهت بر میخوره؟ نه، میتونم خفشم. به خودت بد نگو، به من بر میخوره. معذرت میخوام. اولین کلمه کتاب فارسی تو به من یاد دادی. تو به من عشق و وفای به عشق یاد دادی. در زمانه که حتی فکر کردن به ازدواج با یه زن بیوه و بچه دار کار هر مردی نبود، تو مردانگی کردی و پشت پا زدی به همه چی. تو من خوشبخت کردی و خودت خبر نداری. اگه نمیدانی بدم. چی شده که حالا فکر میکنی انقدر بی وفا و فراموش کارم؟ آقا معلم، اگه تمام عمرمو به پات بریزم، نتوانستم یک لحظه زحماتی که برام کشیدی جبران کنم. تو من نجات دادی. اما اینم بگم که مهر من به تو به خاطر این کارا نیست. مهر من به تو به خاطر خودته، به خاطر نگاهته، به خاطر قلبته. مهر من به تو به خاطر عشق تو به منه. من آینم آقا معلم، آینه تو. آقا معلم عزیزم، نمیخوام حتی یک لحظه احساس کنی به من بدهکار محبتی، اونم به خاطر درد بدن، نه دردهای دیگه. تو به من بدهکار نیستی، چون که نمیشه برای عشق قیمت تعیین کرد.
مگه میشه عشق رو کفه ترازو گذاشت و وزنش کرد؟ در حلقه ایم با تو چون حلقه بر دریم، بیناب قسم. بگم بعد از من، بعد از توی وجود نداره، تو همیشه هستی تا من هستم. عجب وصیتی شد، عاشقانه ترین وصیت دنیا. Thank you.